خداوند هادی، خداوند راه، خداوند روزیده رهنما. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف نهم. امیدوارم که با ما باشید دوستان عزیز. مفتخر هستیم که از برنامه مکتب هادی در خدمت شما عزیزان هستم. خب عزیزان، قند به درس پنجم برسیم. عنوان درس ما در مورد یکی از شاعران بسیار سرشناس است به نام امیر خسرو دهلوی. در مورد ایشان میخوایم توضیحات خدمت شما ارائه دهیم. در قسمت دوم در مورد دوستان، همانطور که میبینید، جمله خبری که یکی از انواع و اشکال جملات است با شما دوستان خواهیم بود. دوستان عزیز و قن به ضیافت ادبیات دری خوش آمدید. خب شاگردای عزیز، قبل از اینکه وارد درس جدید شویم، ابتدا اجازه دهید که کار خانگی جلسه قبل را برایتان حل کنیم و بعد وارد شویم. سوال داده بودیم نشانه های ندا را در عبارت های زیر مشخص کنید. همانطور که در جلسه قبل برایتان گفتیم، یکی از اشکال جمله های چیست دوستان؟ ندایی است. جمله های ندایی برای خطاب دادن، برای فریاد زدن، برای صدا زدن یگان شخص، برای صدا زدن یک شخص استفاده می شود. خب برای شما چهار جمله بیان شده است که گفتیم که شما دوستان نشانه های ندا را برای ما ذکر کنید. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. دوستان نگاه کنید، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. این جمله بسیار دوستان یک شعر است از سعدی شیرازی، بسیار مشهور. خب میگه سعدیا، نگاه کنید دوستان، در کلمه سعدیا ما یک نشانه داریم که انتهای کلمه سعدی آمده. چیه دوستان؟ یک الف. گفتیم یکی از نشانه های ندا حرف الف است که در انتهای یک اسم بیان شود. سعدیا، سعدی در واقع دوستان همونطور که میبینید، سعدی اسم شاعر است که در انتهایش الف ندا آمده است. ای قوم به حج رفته کجایید؟ ای قوم به حج رفته کجایید؟ یک از نشانه های ندا حرف ای است. ای در واقع می شود نشانه ندا، قوم می شود منادا. یارب گناه بنده عفو کن. یارب گناه بنده عفو کن. یا باز هم یک از نشانه های نداست، رب می شود منادا. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. نگاه کنید دوستان، شعر از شاعر قرن ششم سنایی دوستان. شاعر قرن ششم. ملکا نگاه کنید، ملکا انتهای ملک چی آمده؟ یک حرف الف آمده که نشان میدهد که حرف الف نشانه نداست. دوستان نگاه کنید، پس نشانه های ندا یا حرف هایی بودن، نشانه هایی بودن که قبل از اسم آمدن. چی بود؟ نگاه کنید دوستان، همونطور که گفتیم یا کلمه ای است، یا در واقع یاس، و در واقع شکل های دیگر مثل هی و ایام داشتیم که اشکال قدیمی بود که در دوره معاصر استفاده نمی شود. یا نشانه چی بود؟ نشانه حرف الف بود که بعد از اسم، در انتهای اسم به اسم چسبیده می شد، آورده می شد. مثل چی دوستان؟ مثل ملکا و سعدیا، این هم نشانه ندا بود. خب دوستان عزیز و گرامی، وارد بخش اول شویم در مورد امیر خسرو دهلوی، یکی از شاعران بسیار بسیار مشهور در حوزه سبک هندی. میخواییم برای شما دوستان ارائه معلومات کنیم.
میگوین وی در غربند یا مؤمن آباد پتیاله به دنیا آمده. دو نظر است، اختلاف نظر در محل تولد ای شاعر است. برخی معتقد هستند که زمانی که پدرشان در افغانستان بوده است، وی یعنی امیر خسرو دهلوی در منطقه غربند در واقع ولایت پروان به دنیا آمده است. برخی معتقدند که وقتی پدرشان رحلت میکند، هجرت میکند، میآید در هندستان ساکن میشود، در منطقه تحت عنوان مؤمن آباد پتیاله ایشان به دنیا میآید. پدرش کیست؟ امیر سیف الدین محمود، دانشمند و حکیم بسیار مشهور در قرن هفتم است که وقتی چنگیز خان مغول حمله میکند به سمت بلخ، ایشان حرکت میکند، از سمت سنگچارک میآید، حرکت میکند، میرود میرود وارد خاک هندوستان میشود. آموختن سیر و سلوک عرفانی از خواجه نظام الدین اولیا. خواجه نظام الدین اولیا که در واقع از نظر نسبی در پدر مادری بخارایی میرسن، کسی است که در واقع امیر خسرو دهلوی بسیاری از آداب سیر و سلوک عرفانی را نزد این شخص میآموزد. یکی از مرشدان و یکی از بزرگان در واقع مکتب چیست؟ مکتب چشتی است که در حوزه عرفان و تصوف یک مکتب بسیار شناخته شده است. استفاده از سبک هندی در شعر، همونطور که میبینید دوستان، سبک هندی چه زمان است؟ میگویند در تاریخ بیان شده زمانی که حکومت صفوی بر سر قدرت میآیند، بسیاری از شاعرانی که در حوزه متن و توصیف شاهان در واقع شعر میگفتن، شعر میسرودن، این افراد جایگاهی در دربار صفوی ندارن. به ناچار همه حرکت میکنن، میآید به سمت کشور هندوستان و به متن شاهان هندی میپردازند و مورد احترام و صله شاهان قرار میگیرن. از جمله میگن استفاده از سبک هندی. ما به طور کل دوستان چهار سبک متمایز در حوزه اشعار دری داریم. یک سبک خراسانی است، دوم سبک عراقی است، سوم سبک هندی است و چهارم سبک بازگشت است. البته سبک هندی را که میگویم از قرن نهم شروع میشود تا اواخر قرن سیزدهم هجری قمری طول میکشد و در متن در واقع امیر خسرو دهلوی یکی از موسیقیدانهای به نام روی شنکر که در واقع یک موسیقیدان بسیار مشهور است، میگوید که این امیر خسرو دهلوی دوستان مبدع چیست؟ مبدع است آلت موسیقی چیست؟ ستار. آلت موسیقی ستار یکی از آلات در واقع موسیقی است که در واقع روی شنکر ایران نسبت میدهد مخترعش را به امیر خسرو دهلوی. البته برخی دیگر نیز معتقد هستند که قوالی خوانی نیز توسط ای شاعر بیان شده، قوالی خوانی را ایشان بیان کرده و استفاده از طبل نیز توسط ایشان برای اولین بار به کار گرفته شده. در تاریخ بیان شده که زمانی که خواجه نظام الدین اولیا در واقع پیر و مرشد امیر خسرو از دنیا میرود، ایشان موقع دفنشان از طبله و از قوالی خوانی استفاده میکنند و در واقع بعدهایی بین مابقی مردم مرسوم میشود. آثار بسیار بسیار مشهور زیادی دارد، از جمله قرآن سعدین، نوح سپر، فتاح الفتو و خمسه که مشهورترین اثرشان هستند. تعداد آثار امیر خسرو دهلوی را دوستان تا 99 اثر نیز بیان کرده است. قبر فعلی ایشان همونطور که میبینید در واقع کشور هندوستان در ولایت دهلی است. ایشان را در کنار پیر و مرشدش خواجه نظام الدین اولیا به خاک میسپارند. خب دوستان همونطور که گفتیم برایتان، گفتیم که امیر خسرو دهلوی از نظر سبک شعری در حوزه سبک هندی است. سبک هندی گفتیم از قرن نهم شروع میشه تا قرن سیزدهم ادامه پیدا میکند و بیشتر برای مدح و ستایش شاهان به کار گرفته میشود. یک در واقع ویژگی بسیار خاص دارد که سبک هندی سبکی است که نگاه میکند، نظر میکند در حوزه قالب‌های شعری به شعر گذشتگان و پیشینیان و بر مبنای او آدم‌های در واقع شاعرهای گذشته میآید شعر میگوید و در واقع پر از حکایات، تمثیلات، تشبیهات است و متاسفانه بسیار لغات سخت و سنگینی دارد که معنایش برای نسل امروزی سخت میشود. خب میگوییم امیر خسرو دهلوی در حوزه قالب شعری از این شاعرها تقلید میکرده. در حوزه قصیده از مسعود سعد سلمان که پدر حبسی سرایی در حوزه ادبیات دری است و خاقانی شیرمانی که در واقع یک شاعر به نام در واقع در حوزه ادبیات و هم به سبک خراسانی البته دوستان است.
در حوزه مثنوی از شاعر قرن ششم سنای غزنوی میگوید که ایشان اولین کسی است، سنای غزنوی اولین کسی است که عرفان را وارد حوزه شعر دری میکند. در حوزه مثنوی امیر خسرو تمایل پیدا میکند به این شاعر. در حوزه داستان سرایی همانطور که میبینید ما نظامی گنجوی را داریم که پدر داستان سرایی در حوزه ادبیات دری است، و در حوزه غزل نیز از سعدی شیرازی که در واقع میشود تحت عنوان پدر سخن و پادشاهی ملک سخن سعدی شیرازی را دانست، که امیر خسروی دهلوی در حوزه این قالب‌های شعری از این شاعرها دوستان تقلید میکند. خب شاگردای عزیز، همونطور که برایتان بیان کردیم یکی از آثار بسیار مشهور امیر خسرو دهلوی چیست دوستان؟ خمسه است. خمسه ایشان بر مبنای به تقلید، بر مبنا و تقلید است. کی بیان شده است؟ از در واقع نظامی گنجوی که گفتیم پدر داستان سرایی در حوزه ادبیات دری است. پنج اثر دارد که در واقع این پنج اثر بر روی هم رفته نزدیک 18000 بیت است دوستان. 18000 بیت است که در طول 3 سال سروده شده. خب یک مطلع الانوار است که این کتاب بر مبنای مخزن الاسرار در واقع نظامی گفته شده، خسرو و شیرین که بر مبنای همو کتاب است، لیلی و مجنون نیز یک در واقع اثر اقتباسی است، یک اثر تقلیدی است که گرفته شده از کدام؟ از کتاب لیلی و مجنون نظامی. 8 بهشت یک کتاب دیگری از ایشان است که بر مبنای کتاب 7 پیکر نظامی بیان شده، و کتاب انتهایی آینه سکندری است که بر مبنای کتاب اسکندرنامه نظامی است. این 5 کتاب بر روی هم رفته 18000 بیت است دوستان که در طول 3 سال توسط امیر خسرو دهلوی بیان شده. خب بخش دوم قواعد دستوری. در حوزه قواعد دستوری میرسیم به انواع جمله دوستان. اگه خاطرتون باشد در درس‌های قبلی گفتیم که جملات تقسیم بندی می‌شود، انواع دارد، یا جمله پرسشی است، یا جمله تعجبی است، یا جمله سوالی است، و یا هم جمله خبری است. جمله خبری یا به نام دیگر جمله بیانی تعریفش می‌شود آن است که مقصود را به صورت خبری بیان کند که احتمال درست بودن یا نبودن آن برود. پس جمله خبری از اسمش مشخص است، میخواهد یک خبری را برای شما بگوید. حال این خبر احتمال دارد که درست باشد، احتمال دارد که درست نباشد. به طور مثال نگاه کن دوستان، میگوییم جاوید از سفر آمد، یک جمله جمله خبری است. جاوید از سفر آمد، نگاه کنید دوستان، جاوید از سفر آمد یک جمله خبری است که میخواد یک خبری رو به شما بدهد. حالا این میتواند که واقعا جاوید آمده باشد، میتواند که نیامده باشد. در این جمله ممکن است درست باشد، ممکن است درست نباشد. امیر خسرو دهلوی شاعر مشهوری است، باز هم یک جمله خبری است که در واقع نشان دهنده شهرت این شاعر است. یک نکته دوستان، نکته میگوید که جمله بیانی یا خبری ممکن است مثبت یا ممکن است منفی باشد دوستان. جمله بیانی یا جمله خبری یا مثبت است و یا هم منفی. یعنی در واقع وقتی ما میگوییم مثبت یا منفی، یعنی فعل جمله میتواند مثبت باشد یا فعل جمله میتواند منفی باشد. مثال، شاگردان وارد مکتب شدند. نگاه کنید دوستان، وقتی میگوییم شدند، ای در واقع فعل چیست؟ یک فعل مثبت است که ورود شاگردان را به یک سن، به یک کلاس بیان میکند. برادرم دروغگو نیست، این جمله چیست دوستان؟ یک جمله خبری است که فعلش منفی است. نگاه کنید، یا فعل جمله خبری جمله بیانی میتواند مثبت باشد و یا هم میتواند منفی باشد. خب حالا دوستان، با توجه به توضیحاتی که ارائه کردیم، میگوییم که کار خانگی جلسه آینده شما چیست؟ یک جمله خبری مثبت و یک جمله خبری منفی مثال بزنید. پس دو جمله شما میخواییم، یک جمله مثبت باشد و یا یک جمله منفی باشد. این دو جمله را دوستان در کتابچه خود یادداشت کنید و برای ما ارسال کنید. خب نوع ارسالش چگونه است؟ برای ارسال
تکالیف کار خانگی برای ما دوستان، حتما حتما کانال ارتباطی ما را در نظر داشته باشید. کانال ارتباطی ما چی بود دوستان؟ 2096478255413 است که در واقع راغب هستیم که آثار شما، کار خانگی شما، نظر پیشنهادات شما را دریافت کنیم. عزیزان قند، در این لحظه در پایان جلسه پنجم رسیدیم. مانده نباشید تا دیدار دیگر و تا جلسه دیگر. از درس و زبان در واقع ادبیات دری شما عزیزان را به الله پاک بسپارم. خداوندیار و نگهدارتان.